حلول ماه مبارک رمضان و نامه مصطفی تاج‌زاده به نخست وزیر مصر از زندان اوین. تا لحظاتی دیگر با اخبار دوشنبه دهم مرداد ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما خواهیم بود. مهمترین عناوین خبری امشب: انتقاد هاشمی رفسنجانی از مسئولان به خاطر فرار مغزها، انتقاد قنبری به احمدی نژاد، مردم در این 6 سال به 2 دسته بیکار و بدهکار تبدیل شدند، و فاکتور 200 میلیون تومانی برای دو گفتن بیجا. سلام و شب بخیر میگیم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه رسا. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به همه شما بینندگان و همه مسلمین جهان تبریک میگیم و از خداوند متعال خواهانیم باران رحمت و خیر و برکتش رو در این ماه بر سر مسلمین ببارد و اونها رو از شر اشرار و ظلم ستمکاران و استبداد حاکمان رهایی ببخشد و به همه بندگانش توفیق ایمان، عشق ورزیدن و عمل صالح عنایت فرماید. من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم رسا. طاعات و عباداتتون مورد قبول حق. خبرهای امشب را آغاز می‌کنیم با نامه سید مصطفی تاج‌زاده از زندان اوین به نخست وزیر مصر. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای به نخست وزیر مصر از وی خواسته تا موجبات آزادی مایکل نبیل، وبلاگ نویس مصری را که به جرم توهین به ارتش در زندان به سر می‌برد را فراهم آورد. به گزارش تحول سبز، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در این نامه از نقش ارتش مصر در وقایع اخیر این کشور تقدیر کرد. وی با مقایسه برخوردهای مسئولانی ارتش مصر در قبال مردم معترض با خشونت‌های اعمال شده از سوی سپاه پاسداران بر علیه معترضین ایرانی خواستار آن شده تا ارتش مصر به ایفای نقش بی‌طرف خود ادامه دهد. تاج‌زاده در نامه خود که از زندان اوین ارسال شده تاکید کرده ما فعالان سیاسی و انتخاباتی در زندان اوین به همان اندازه که از مداخله نظامیان ایرانی در انتخابات میهنمان رنج می‌بریم، بیم آن داریم که طولانی شدن نقش آفرینی نظامیان در صحنه‌های سیاسی مصر، دستاوردهای بزرگ رفتار مدنی سپاه مصر در جریان انقلاب خود را مخدوش کند. معاون وزیر کشور دولت خاتمی در این نامه تحلیلی با اشاره به شباهت انکارناپذیر شتر سواران مصری و موتور سواران ایرانی در سرکوب شهروندان معترض نوشته است: پیکرهای پاک جوانان مصری که توسط تک تیراندازان بر فراز پل ششم اکتبر در خون خیش غلتیدند، یادآور پیکر عزاداران سبز حسینی در عاشورای 88 بود که توسط لباس شخصی ها از فراز پل حافظ به پایین پرتاب شدند. تاج‌زاده یادآور شده که ماشین‌های پلیس مصر که با تاراندن صفوف مردم تظاهرکننده راه خود را می‌گشودند، به اندازه همان گشتی نیروی انتظامی که از روی پیکر عزادار سبز عاشورای حسینی در میدان ولیعصر تهران عبور کرد، روش‌های غیر انسانی را در دو سوی خاورمیانه آشکار ساختند. به گفته این زندانی سیاسی، درخشش صحنه‌های زیبا در مصر مجالی تازه در اختیار افکار عمومی ملت ما نهاد تا برای عبور از تاریکی استبداد راه تازه‌ای جستجو کنند. یادآور می‌شود مایکل نبیل وبلاگ نویس مصری است که به دلیل انتقاداتی که در وبلاگ خود به ارتش مصر وارد کرده بود، در دادگاه نظامی به 3 سال زندان محکوم شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از عملکرد برخی مسئولان و سیاستگزاران که موجب خروج مغزها و استعدادهای درخشان از ایران می شود انتقاد کرد.
هاشمی رفسنجانی گفت امیدوارم از این به بعد طوری عمل شود تا استعدادها در داخل احساس بی‌انگیزگی نکنند و در همین مملکت به ادامه تحصیل و کار بپردازند. وی در ادامه تاکید کرد که جوانان مستعد ایران ظرفیت کارهای بزرگ در سطح جهان را دارند. به گفته هاشمی این امر وظیفه و مسئولیت دست‌اندرکاران را بیشتر می‌کند. به گزارش دانشجو نیوز، هاشمی رفسنجانی در حالی به خروج مغزها و استعدادهای درخشان از ایران اشاره می‌کند که پیش از این کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، موضوع فرار مغزها را جنجال رسانه‌ای ذکر کرده بود. محمود احمدی نژاد نیز ضمن رد مسئله مهاجرت نخبگان در این باره گفته بود ما از سفر ایرانی ها به همه جای دنیا حمایت می کنیم، اما برخی با تعبیر غلط از عنوان فرار مغزها استفاده می کنند. به گفته وی ما فرار مغز نداریم. بر اساس این گزارش آقای نصیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مصاحبه‌ای که سال گذشته با سایت تابناک داشت گفته بود بر اساس آمار کشور ایران مقام اول را در فرار مغزها داشته است و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. در حالی که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی مسئله مهاجرت نخبگان ایرانی را رد می کنند، بنابر آمار صندوق بین المللی پول ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان 91 کشور در حال توسعه یافته دنیا دارد. مهاجرت نخبگان از ایران بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 و فضای سرکوب و اختناقی که در دانشگاه‌ها حاکم شد روند روبه رشدی داشته است. داریوش قنبری خطاب به احمدی نژاد انتقاد کرد که مردم در این 6 سال به 2 دسته بیکار و بدهکار تبدیل شدند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت هیئت رئیسه باید طرح سؤال از رئیس جمهور را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته نماینده ایلام، تأخیر هیئت رئیسه در رسیدگی به این سوال باعث درگیر شدن مجلس در مشکلاتی است که در نتیجه برخی بی‌تدبیری ها ایجاد شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، داریوش قنبری خطاب به احمدی نژاد گفت پس از گذشت 6 سال از ریاست جمهوری جناب عالی، مردم ایران به لحاظ اقتصادی تبدیل به 2 دسته شدند، یا بیکار هستند و یا بدهکار. نماینده مردم ایلام تصریح کرد به جای آمدن پول نفت بر سر سفره ها، احکام جلب بانک ها برای دریافت مطالبات بانک ها از بدهکاران به در خانه های مردم می رود. وی با اشاره به اینکه دولت هدف قانونگذار را از طرح هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نکرده است تاکید کرد اجرای نادرست این طرح چنان گرانی ایجاد کرده که عملاً از پولی که به مردم پرداخت می شود چیزی برایشان باقی نمی ماند و حتی مجبور به پرداخت پول اضافی هم هستند. وی در ادامه افسوده به لحاظ امنیتی هم وضعیت بدتر از اوضاع اقتصادی است. سخنگوی فراکسیون اقلیت با این پرسش که با گذشت 4 ماه از سال چه تعداد از شغل‌های وعده داده شده ایجاد شده اند؟ گفته آیا می دانید برای ایجاد 2.5 شغل ببخشید برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در کشور افزایش نرخ رشد اقتصادی باید 25% باشد، در حالی که بنابر برخی آمارها این نرخ حدود 1% است؟ قنبری همچنین گفته است آقای احمدی نژاد مشکل اصلی دولت جناب عالی شعارگرایی و بی‌توجهی به عقلانیت و تخصص در اداری کشور است. فراکسیون اقلیت بارها در این ارتباط تذکر داده بود. البته فراکسیون اکثریت مجلس به این تذکرات به دید سیاسی می‌نگریست، اما اکنون خوشحال هستیم که بسیاری از همکاران حقانیت انتقادات ما را تایید کرده و خود نیز با این انتقادات همراه شدند. پس از آنکه متن سخنان غیرمتعارف رهبری در دیدار خصوصی با نمایندگان منتشر شد، دستگاه‌های رأی‌گیری مجلس تغییر کرد تا آنان نتوانند برای اعلام مخالفت شماره 2 را فریاد بزنند. به گزارش کلمه چندی قبل نمایندگان برای اعلام مخالفت خود با احمدی نژاد او را به شکلی تحقیرآمیز و با فریادهای 2-2 بدرقه کردند.
چند روز بعد رهبری به سرعت هیئت رئیسه و چهره‌های شاخص مجلس را به یک دیدار خصوصی فراخواند و در سخنانی عطابالود اقدام نمایندگان مجلس را تقبیح کرد و آن را رذالت خواند. رهبری در این حال خواستار آن شده بود که اسامی نمایندگانی که دو می‌کنند را از تریبون مجلس اعلام کنند. بر اساس این گزارش روز یکشنبه سایت فراکسیون اقلیت اعلام کرد که دستگاه‌های جدید که بیش از 200 میلیون تومان هزینه داشته دیگر اثری از اعداد نیست و نمایندگان تنها با گزینه‌های موافقم، مخالفم و ممتنعم مواجه شدند. این دستگاه‌ها از ابتدای این هفته در مجلس نصب شده است. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه ما باشید. احمد شیرزاد گفت اصولگرایان با خودشان هم نمیتوانند جز با زبان قدرت حرف بزنند. این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم تاکید کرد شروطی که رئیس دولت اصلاحات بیان کرد کف مطالباتی است که هر جریان یا تشکل سیاسی میتواند از صاحبان قدرت جامعه خود طلب کند. به گزارش ایلنا، به گفته این استاد دانشگاه، اصلاح طلبان از پایگاه مردمی بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل به دنبال این نیستند که با استفاده از اختلافات رقیب به موفقیتی برسند. وی تأکید کرده است که اختلافات موجود نه تنها موجب خوشحالی نیست بلکه نگران کننده هم هست. این عضو جبهه مشارکت یادآور شده که وقتی عده‌ای با خود نمی‌توانند با زبانی به جز زبان قدرت حرف بزنند، طبیعتاً احتمال مسالمتشان با چهره‌های رقیب به صفر می‌رسد. با وجود گذشت یک سال از بازداشت سیامک قادری، روزنامه‌نگار زندانی با آزادی موقت او با وثیقه مخالفت می‌شود. به گزارش کلمه این روزنامه‌نگار که مرداد 89 بازداشت شد، این روزها در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شود. سیامک قادری به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. یکی از اتهامات اصلی این روزنامه‌نگار اداره کردن وبلاگ ایرنای ما بوده است. وبلاگی که او در آن به برخی عملکردها و اقدامات مسئولان خبرگزاری دولتی ایرنا انتقاد کرده و همچنین درباره جنبش سبز و رهبرانش مطالبی را در این وبلاگ نوشته است. مهران فرجی، روزنامه‌نگار، به یک سال زندان محکوم شد. به گزارش جرس، این روزنامه‌نگار با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به حبس محکوم شده است. مهران فرجی در آذر ماه سال پیش به این اتهام بازداشت و 2 ماه در بند امنیتی زندان اوین زندانی و پس از 2 ماه با سپردن قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. شکایت دفتر هاشمی رفسنجانی از روزنامه‌های دولت معتبر نیست. به گزارش فارس، هیئت منصفه مطبوعات اعلام کرد با توجه به مخدوش بودن ماهیت شکایت دفتر هاشمی رفسنجانی از بزپاش و اشتهاردی، مدیران مسئول سابق روزنامه‌های وطن امروز و ایران، رسیدگی به این پرونده امکان پذیر نیست. یادآور می‌شود این برای اولین بار است که هیئت منصفه انتصابی مطبوعات برای رد شکایتی به یک چنین دلیل غیر حقوقی روی آورده است. مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم اعلام کرد حدود 97% دانشجویان متقاضی آزمون دکترا از کشور خارج می شوند. به گزارش فارس، وابسته به سپاه، حسن مسلمی نائینی با اشاره به 140 هزار دانشجوی متقاضی در آزمون دوره دکترا در سال جاری، از پذیرش کمتر از 2-3% این داوطلبان به دلیل کمبود ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های کشور خبر داده است. قابل اشاره است که چندی پیش محمود ملاباشی، معاون دانشجوی وزارت علوم، از ظرفیت خالی دانشگاه‌ها برای بازگشت کلیه دانشجویان خارج از کشور به داخل خبر داد و گفته بود با توجه به حدود 250 هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها می‌توانیم کلیه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور را در درون دانشگاه‌های داخلی بپذیریم. رئیس پلیس تهران از بازداشت دختران و پسرانی که در تهران آب‌بازی کردند خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ساجدینیا اظهار داشت در ادامه وقایع بوستان آب و آتش، تعدادی از پسران و دختران جوان در یکی از بوستان‌های شهر تهران اقدام به انجام
خلاف شئون اسلام کردند که ماموران پلیس پایتخت پس از اطلاع از ماجرا بلافاصله در محل حاضر و تمامی این متخلفان و هنجارشکنان را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دادند. یادآور می شود اقدامی که سردار ساجدی از آن به عنوان خلاف شئونات اسلامی یاد می شود آب‌بازی چند روز گذشته تعدادی از شهروندان در یکی از پارک‌های تهران بوده است که به گفته شاهدان هیچ عمل خلاف عنفی در آن صورت نگرفته است. جمعی از معلمان حق و تدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، معلمان حق و تدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی تجمع کننده در مقابل مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود و بازگشت به کار را خواستار شده بودند. نماینده تبریز گفت مشکلات موجود در پرداخت‌های کارگران در شأن جامعه اسلامی نیست. به گزارش ایسنا رضا رحمانی با اشاره به وجود برخی مسائل در مورد عدم پرداخت دستمزد کارگران گفت حل این مسائل لزوم ورود جامعه کارگران به این مقوله را می‌طلبد. آقای رحمانی با اشاره به رسالت سنگین مسئولین در قبال قشر کارگران گفت حمایت از تولید و کارخانه معادل حمایت از سرمایه گذار نیست بلکه حمایت از کارگر است چرا که کارگران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند. او با بیان اینکه حمایت از تولید یعنی ایجاد اشتغال برای کارگران تصریح کرد این حمایت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید دو برابر شود. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت عدم مشورت دولت با مجلس موجب خسارت کشور شده است. نماینده ترقبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه نمایندگان به وظیفه شرعی و قانونی خود در دادن رأی اعتماد به وزرا عمل خواهند کرد تصریح کرد مجلس صلاحیت ها را می سنجد و اینگونه نیست که نظر فرد خاصی ملاک رأی اعتماد قرار بگیرد و از طرفی باید توجه داشت که نمایندگان قدرت متکثری هستند. دهقانی افزود متاسفانه عدم مشورت دولت با مجلس موجب شده است که خسارت های زیادی به کشور وارد شده و توصیه ما این است که در زمینه معرفی وزرا دولت با مجلس در تعامل باشد. نماینده مردم مریوان در مجلس خواستار آزادی سه فعال مدنی کرد شد. اقبال محمدی از وزارت اطلاعات خواست سه عضو انجمن سبزشیار را که به گفته وی با مجوز رسمی فعالیت زیست محیطی دارند و در اطفاء حریق و جنگل‌ها و مراتع و حفظ دریاچه زریبار و دیگر زیستگاه‌های محیطی طی سال‌های گذشته و جاری فعالیت داشتند از زندان آزاد کنند. اشاره این نماینده مجلس به سه فعال مدنی کرد است که هفته پیش در پی احضار به اداره اطلاعات بازداشت شدند. و در ادامه برگزاری جشن تولد احسان عبد تبریزی دانشجوی زندانی در بند 350 زندان اوین. شرط‌های آقای خاتمی کف خواسته های اصلاح طلبان است. صندوق توسعه ملی یک صندوق دیگری برای کمک به بودجه های دولت نیست. انصراف آمنه بهرامی از اجرای حکم قصاص و به خاک و خون کشیده شدن مردم شهر حما توسط ارتش بشار اسد. زندانیان بند 350 زندان اوین جشن تولد کوچکی را برای احسان عبد تبریزی دانشجوی زندانی برگزار کردند. به گزارش کلمه این دومین سالی است که احسان عبد تبریزی در زندان اوین تولد خود را می‌گذراند. این دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه دورهام انگلیس دی ماه سال 88 بعد از بازگشت به ایران بازداشت و به 5 سال حبس قطعی محکوم شد. او هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند و تنها یک بار از مرخصی 3 روزه در مدت حبسش استفاده کرده است. جرم احسان عبد تبریزی شرکت در تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری در لندن مقابل سفارت ایران بوده است. پدر احسان آقای حسین عبد تبریزی اقتصاددان برجسته و یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق سازمان بورس است. او همچنین مدیر مسئولی روزنامه اقتصادی سرمایه را بر عهده داشت که به دلیل مواضع مستقل و انتقادی توقیف شد. نماینده زنجان گفت شرط‌های آقای خاتمی کف خواسته‌های اصلاح طلبان است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون خشم امام مجلس با بیان اینکه اصلاح طلبان یک بال پرواز نظام هستند تأکید کرد که نظام برای حرکت به آن نیاز دارد. به گزارش پارلمان نیوز، سعدالله نصیری قیداری تصریح کرده برگزاری یک انتخابات آزاد ایجاب می کند که زندانیان سیاسی آزاد شوند و قانون اساسی کشور به صورت همه جانبه و کامل اجرا شود. نماینده اصلاح طلب مردم زنجان در مجلس گفته آقای خاتمی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات شروطی را مطرح کرده که کف خواسته های اصلاح طلبان است. به گفته وی شروط آقای خاتمی باید برآورده شود تا فضای مشارکت برای کشور و مردم بهتر شود. نهاوندیان گفت صندوق توسعه ملی یک صندوق دیگری برای کمک به بودجه دولت نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد صندوق توسعه ملی تاکید کرد که این صندوق کمک به بودجه دولت تلقی نمی شود. آقای نهاوندیان همچنین در مورد افزایش تعطیلات که چند روز قبل احمدی نژاد مطرح کرده بود عنوان کرد: هر گونه تصمیمی که می خواهیم در این زمینه داشته باشیم اگر هزینه ای دارد باید در مراجع تصمیم گیری پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد نهاوندیان با بیان اینکه گاهی برخی تنش‌های سیاسی به فضای امید و آرامش ممکن است آسیب وارد کند افزود، بخش خصوصی توقع دارد مدیران سیاسی کشور آن فضای امید و آرامش را فراهم کنند. وی در ادامه اظهار داشت توقع ما این است که قانونگرایی افزایش پیدا کند و در سیاست‌های اقتصادی که اعلام می‌شود شگفت‌زدگی‌ها به حداقل برسد و ثبات سیاست‌ها امکان برنامه‌ریزی به فعالان اقتصادی را بدهد. آمنه بهرامی، زن جوانی که 6 سال پیش خواستگارش به روی صورتش اسید پاشیده بود، از اجرای حکم قصاص منصرف شد. گزارش ها حاکی از آن است که آمنه در آخرین لحظات فرد مجرم را بخشیده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر گذشت آمنه بهرامی از اجرای قصاص را تایید کرده است. پیشتر گروهی از سازمان های حقوق بشری از ایران خواسته بودند که جلوی اجرای چنین حکمی را بگیرند. بر اساس رأی دادگاه، مجید موحد که 6 سال پیش به صورت خانم بهرامی اسید پاشیده بود، قرار بود پس از بیهوشی با چکاندن اسید در چشمانش کور شود. مادر و پدر خانم بهرامی نیز در واکنشی گفتند به اینکه دختری مانند آمنه دارند افتخار می کنند. آمنه بهرامی تا کنون چندین عمل جراحی داشته است. خانم بهرامی از مردم ایران خواسته است تا او را فراموش نکنند و برای ادامه درمان به او کمک کنند. او در گفتگوی با ایسنا همچنین گفته است که از تصمیم خود خوشحال است. ارتش سوریه سحرگاه یکشنبه با تانک و تکتیراندازان خود به شهر هما حمله کرد. جریان آب و برق شهر در پی این حمله قطع شده است. به گزارش خبرگزاری های رسمی، این شهر که در 200 کیلومتری شمال دمشق قرار دارد در ماه های اخیر یکی از مراکز اصلی تظاهرات مخالفان بشار اسد بوده است. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر، ارتش سوریه مناطق مسکونی را مورد هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از یکی از منابع پزشکی میگوید بیش از 60 نفر نیز زخمی شده و انتظار می رود شمار قربانیان افزایش یابد. یک پزشک ساکن هما در تماس تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است تانک‌ها از 4 سو به شهر حمله کردند. به گفته این پزشک، تانک‌ها بی هدف به اطراف خود و به سوی پناهگاه‌هایی که تسوی مردم ساخته شده بود تیراندازی می‌کردند. این پزشک از وجود 19 کشته و بیش از 50 زخمی تنها در یک بیمارستان و 5 کشته و شمار زیادی زخمی در بیمارستانی دیگر خبر داده است. یکی دیگر از ساکنان شهر هما به خبرگزاری رویترز گفته که اجساد زیادی در سطح خیابان‌ها قرار دارند. به گفته این شاهد عینی، تکتیراندازان ارتش در پشت بام ساختمان مرکزی برق و نیز در زندان اصلی شهر مستقر هستند. به گزارش العربیه، شاهدان عینی گفتند 5 تانک به همراه سربازان آنها از ارتش سوریه جدا شده و به مردم پیوستند. در همین حال فعالان سوری گزارش دادند که حکومت بشار اسد پس از جدایی 30 سرباز از ارتش این کشور، نیروهای امنیتی ویژه‌ای را به شهر
البوکمال فرستادند. در شهر لازقیه در ساحل مدیترانه تظاهرات معترضان با حمله نیروهای امنیتی مواجه شده و دست کم یک نفر بر اثر گلوله کشته شده است. آمنه بهرامی، زن جوانی که 6 سال پیش خواستگارش به روی صورتش اسید پاشیده بود، در آخرین لحظات از اجرای حکم قصاص منصرف شد. بر اساس رأی دادگاه، مجید موحد که 6 سال پیش به صورت خانم بهرامی اسید پاشیده بود، قرار بود پس از بیهوشی با چکاندن اسید در چشمانش کور شود. برای بررسی بیشتر این موضوع با آسیه امینی، روزنامه‌نگار، مصاحبه انجام داده ایم که میشنوید. خانم امینی، فعالان حقوق بشر در ماه‌های گذشته از آمنه بهرامی خواسته بودند که از اجرای حکم قصاص منصرف بشه، ولی آمنه هر بار تاکید کرده بود که در این صورت کسی جوابگوی جنایتی که بر سرش اومده نیست. شما فکر میکنین مهمترین مسئله‌ای که بخشیدن عاملان جنایت رو برای قربانیان و خانواده های اونها دشوار میکنه چیه؟ ببینید، اولا اتفاقی که در روز گذشته رخ داد، یعنی بخشیدن عامل جنایت توسط خانم بهرامی، به نظر من نشون میداد که ایشون فارغ از همه آسیب هایی که دیدن و بوبوس هایی که به طور معمول قربانیان یک جنایت دچارش میشن، با یک دقت نظر و یک موشکافی آمدانه موضوع رو دنبال کرده تا به نتیجه رو که میخواسته برسه. خانم بهرامی با دقت و با آگاهی به چالش گرفته هم افکار عمومی رو، هم قانون رو و هم مجریان قانون رو و هم کسانی رو که به خاطر داشتن حمایت قانونی فکر میکنن که میتونن به راحتی جنایتی رو باعثش بشن و از مجازات اون شونه خالی بکنن. خانم بهرامی میگه من از مدت ها پیش میخواستم که اینها رو ببخشم و با دو نفر هم مشورت کردم و فقط اون دو نفر میدونستن که من در آخرین لحظه حکم رو اجرا نخواهم کرد، بلکه من میخواستم که این فرد بدونه که قصاصی هم در کار هست. حالا فارغ از این که ما قصاص رو یک مجازات عادلانه بدونیم یا ندونیم، میگم من اصلا ارزش گذاری نمیکنم که این کار درسته یا نادرسته، ولی میگم قابل تأمل هست. قربانی جنایت فقط آسیب دیده جسمی نیست، خود آمنه هم همینطوره. ما میبینیم آمنه تیزی سخنش تنها از خسارتی که به جانش وارد شده نیست، در واقع روح اونه که آسیب دیده در گذار از این جنایت. به نظر من در واقع اینجا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که قربانی جنایت که خودش در شرایط نامناسبی هست در جایگاه قاضی بنشینه. این متاسفانه مشکلی هست که در قانون ما وجود داره، در قانون مجازات اسلامی در واقع قربانی رو در جایگاه قاضی میشونن. حالا درسته که آمنه بهرامی از این قضاوت به زعم ما با سربلندی بیرون اومده و ما اون رو به دیده ستایش الان نگاه میکنیم، اما فراموش نکنیم همین آمنه بهرامی اگر این حکم رو اجرا میکرد، در نگاه بسیاری از مردم ما یک انتقامگیر غیر قابل بخشش بود. ببینید، قضاوت به همین راحتی 180 درجه تغییر میکنه. بنابراین این مشکل اساساً نباید به کسی که در این حادثه دچار خسران زیاد، چه جسمی چه روحی شده، چه مالی حتی شده، در واقع واگذار بشه. آدم هایی که باید در مورد دیگران در مجازات رو تعیین بکنن، باید آدم های بی‌طرف، سالم و عادلی باشن. و به هر حال ما خوشحالیم که برای آمنه این اتفاق نیفتاد، ولی فراموش نکنیم اتفاق نیفتادن قصاص برای عامل جنایت آمنه بهرامی دلیل بر رفع معضل و مشکل قصاص در واقع عضو به عضو در ایران نخواهد بود. به عقیده شما برخورد با عاملان جنایت‌هایی مثل اسید پاشی و قتل از طریق استفاده از حق قصاص به طور کلی تا چه حد باعث کنترل این قبیل جنایت‌ها در ایران میشه؟ ببینید، من فکر میکنم که جواب دادن به این سوال خیلی سخته. در واقع اگر نگاهی به جنایت‌هایی که دست کم در همین چند سال اخیر رسانه‌ها بهش زیاد پرداختن، مواردی مثل قتلی که منجر قصاص شده یا همین قصاص عضو به عضو که در رسانه‌ها انعکاس زیادی هم داره، اگر بندازیم، ما از نظر آماری نمیتونیم بگیم که این آمار کاهش یافته یا بیشتر شده. دست کم در حوزه اطلاعات من نیستیم موضوع. شاید مثلا قوه قضاییه یا مجریان قانون بتونن همچین آماری ارائه بکنن، ولی آنچه که به نظر میرسه این هست که ما با کاهش چنین جنایاتی روبرو نیستیم.
دلیلش هم این هست که در واقع عامل بروز جرم و جنایت‌های این چنین فقط مسئله مثل مجازات نیست که میتونه تأثیر داشته باشه روش. ما عوامل به وجود آورنده یه چنین جنایاتی رو در جامعهمون باهاش کاری نداریم و فقط میخواییم از طریق انجام دادن مجازات در واقع عامل عبرت بشیم. چنین چیزی محاله. یعنی شما ببینید در جامعه‌ای که نابرابری توش وجود داره، در جامعه‌ای که مرد تصمیم میگیره برای زن گرفتن اقدامی بکنه، در جامعه‌ای که مرد میدونه میتونه از مجازات شانه خالی بکنه، در جامعه‌ای که در واقع بسیار از فقر گرفته تا فحشا تا در واقع به فساد در دستگاه قضایی و تا خیلی چیزهای دیگرش عوامل بروز جنایت هستن، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم صرفا با چنین مجازاتهایی عامل پیشگیری کننده از جنایتهای مشابه بشیم. با تاکید میکنم به فرض اینکه بپذیریم چنین وسواسی یا چنین مجازاتی عادلانه هست که چنین باوری هم نداریم. متشکرم خانم امینی از شما. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. در این ایام پربرکت زندانیان سیاسی و رهبران محصور جنبش سبز و خانواده‌های اونها رو از دعای خیرتون محروم نکنید. همینطور تمامی دستاندرکاران شبکه رسا رو که در این ماه پرفیض و برکت همراه شما خواهند بود. خدا نگهدار.